برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام بلندتر صلوات. برای خوشنودی امام زمان علیه السلام سومین صلوات رو بلندتر بفرستید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الكاعلون ولا يحصي نعماؤه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتهية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أنفاسكم فيه التسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال را خیلی سپاس گذارم. مؤمنین و مؤمنات مثل شما که واقعا برای من باعث افتخار هستید، همه تون در این کشور، کشوری که دور از وطن هست، بلد غیر، و شما این شعائر رو حفظ کردید، یه همچنین بنا، یه همچنین مسجدی رو تأسیس کردید. این برای من و برای همه شیعه ها، برای همه مسلمان ها باعث افتخار هست. هرچی افتخار کنیم کمه. و من برای همه شما، تک تک شما دوستان، برادران، خواهران، از ته دل دعا می کنم که پروردگار عالم توفیقات شما رو بیشتر کنه انشاءالله. این چند روزی که من در خدمت شما هستم، دیشب هم عرض کرده بودم هدف بنده فقط اینجا این نیست که بیام سخنرانی و مطالب علمی، نعوذ بالله معذلت، در این قصد و که بیام اینجا با شما بفهمونم که بنده اینقدر علم دارم و چند کلمه از شما بیشتر میدونم. خدا شاهد هست هدف بنده این نیست. هدف افاده و استفاده هست. یه چیزی از شما یاد بگیرم، یه چیزی که من بلدم به عنوان تذکر خدمت شما عرض کنم. بالخصوص این ماه که ماه خیلی هم پر اهمیت، و این ماه
که آداب داره، این ماه اسرار داره، باید این اسرار رو فهمید، باید این آداب رو یاد گرفت. خب خیلی آداب رو شما بلدید و عمل می کنید، شاید یه چند تا آداب باشه، اسرار باشه که شما متوجه نباشید و بنده خودم رو و بعدن شما رو به اون به طرف اونها متوجه کنم، سعی کنم که شما اونجا بیشتر، برای شما تکراریم شاید باشه، ولی بعضی جاها تکرارم خوبه، نه همیشه، ولی تکرار چیز خوبی هست. ما کسانی مثل بنده همیشه محتاج هستم به تکرار و تذکر. خب این ماه ماه تذکر هست، به یک دیگه تذکر بدین. و اثراتی که این ماه داره اونو بفهمیم، آدابی که این ماه داره و روزه داره، سعی کنیم روزه رو با آدابش انجام بدیم و اون اسراری که این روزه داره و این ماه داره، اون اسرار رو بفهمیم تا روزه رو با کیفیت دیگه بگیریم و یه کیف کنیم. واقعا آدم وقتی معرفت چیزی رو یاد بگیره داشته باشه و اون عمل رو همراه معرفت انجام بده، اون عمل یه کیفی دیگه داره، خیلی کیفیت عجیبی داره. من خدمت شما قول داده بودم که ابتداءن یک مسئله شرعی خدمت شما عرض کنم و بعدن بپردازیم به طرف بعضی مطالب این خطبه شریفه، خطبه نورانی که آن حضرت این خطبه رو فرمود، و ببینیم این خطبه برای ما چه پیامی داره، چه مسیجی داره. اون مسیج، اون پیام رو اگر بگیریم دیگه ماه مبارک امسال انشاءالله با ماهای رمضان سالهای قبلی متفاوت میشه، فرق میکنه. اگر اون پیام رو گرفتیم، خودتون رو مشاهده میکنی، خود جناب علی مشاهده میکنی که امسال ماه رمضان مختلف هست از سالهای گذشته. اون مسیج چی هست؟ اونو خدمت شما عرض کنم، ولی ابتداءا یک مسئله شرعی. صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. مسئله که خدمت شما میخواستم عرض کنم در رابطه با یه چند تا گروهی هستن از مردم که اونها مستثنا هستن، استثنا دارن از روزه، مستثنا هستن، روزه براش واجب نیست. اگرچه ما میبینیم ماه مبارک روزه گرفتن واجبه، ولی استثناء هست. عربی یک مثال خوبی هست، در حوزه به ما یاد دادن، میگن که ما من آمن الا وقت خص، هیچ چیزی که عمومیت داره عام هست بدون تخصیص نیست. هر چیزی یه تخصیصی داره، هر چیزی تخصیصی میخوره، بعضی چیزا زیاد تخصیص دارن، بعضی کم. ما من آمن الا وقت خص، خص یعنی تخصیص، از تخصیصه. انگلیسی هم یه چیزی هست مشابه این، میگن که exceptions are always there، همه جا exception هست. ما نمیتونیم بگیم این دیگه حرف آخره، حرف آخر فقط قرآنه، غیر از قرآن چیزا exceptions داره، اختصاص داره، تخصیص داره، استثناء داره. خب روزه هم واجبه، ولی چند جا برای چند تا مردم، چند تا گروه مردم روزه واجب نیست. نمبر وان، شماره یک، شیخون کبیر. الان اینو با گاهی به عنوان زبان فقه و زبان حوزه هم خدمت شما عرض کنم تا مفهوم بیشتر واضح بشه. کلمه شیخ کبیر
یک کلمه فقهی هست، شیخ کبیر یعنی پیر مرد یا پیر زن. الان ما میگیم مرد شامل زن هم هست. یک کسی که خیلی پیر باشه اون دیگه از روزه استثناء هست، روزه براش واجب نیست. خب شیخون کبیر یعنی چی؟ نکنه خیلی ها اینجا نشستن میگن ما هم جز شیخون کبیر هستیم پس روزه نگیری. نه، شیخون کبیر تفصیلات داره، شرایط داره. شیخون کبیر یعنی 80 سال به بالا فرض کنیم، خیلی پیر مرد و به خاطر پیریش روزه گرفتن براش سخته، مشقت داره، خیلی سخته براش، چون آدم پیر مرد شده، اون توانایی نداره که قبلا داشته بود. همچنین شخصی از روزه گرفتن مستثنا هست، ولی اگر فکر میکنه نمیخوام بگیرم میتونه بگیره، اشکال نداره، حرام نیست براش روزه گرفتن، ولی اگر نخواهد بگیره میتونه نگیره. مثلا برای نماز جمعه هم میگن نماز جمعه واجب اختیاری هست، ولی برای بعضیا وجوب اختیاری هم نداره، اونان اگر نخوان نماز جمعه بخونن اشکال نداره، خونه بشینن. یکیش همین شیخ کبیره، برای شیخ کبیر نماز جمعه واجب نیست، ولی اگر میخواد بیاد بخونه اشکالی نداره. همچنین یک کسی که مسافتش از مسجد، فرض کنیم مسجد القدیر بیشتر هست، 30 کیلومتر 40 کیلومتر برایشون سخته که بیاد نماز جمعه شرکت کنه، همچنین شخصی هم اگر میخواد نماز جمعه نخونه اشکال نداره، ولی چون نماز جمعه نماز اختیاری است، ولی در نماز فجر و ظهر و عصر این اختیار رو نداره، فقط نماز جمعه رو میگم. من یادم هست یه دفعه یکی از اساتیدمون مثال زد در رابطه با حاج آقا آیت الله العظما شیخ محمد علی عراقی رحمت الله علیه. ایشون خیلی عمر طولانی کرد، بنده خودم ایشون رو زیارت کردم چندین مرتبه، ایشون رو دستشون رو بوسیدم. ایشون در مدرسه فیضیه نماز جماعت میخوند و نمازش هم خیلی طولانی بود. مثلا ما شما نماز بخونیم اگر 5 دقیقه طول بکشید، نمازشون 15 دقیقه طول میکشید. ایشون خیلی قدیم، خیلی قدیم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز جمعه میخوند، امام جمعه بود. یه روز در خطبه نماز جمعه گفت من از جمعه آینده نماز نمیخونم، از جمعه آینده من دیگه امامت نمی کنم، برید دنبال یک کسی دیگه که بیاد عنوان نماز جمعه نماز جمعه رو بخونه. مردم گفتن چرا، علتش چیه؟ گفت من دیگه الان شیخون کبیر شدم، برای من سخته، برای من واجب نیست. لذا روزه هم همین جوری، اگر کسی پیر مرد باشه پیر زن باشه و براشون مشکت هست سخت هست، روزه نگیره، عوض روزه یه فدیه بده. فدیه چی هست؟ 1 کیلو غذا، چه گندم باشه یا برنج باشه، به فقیر بده. اینو میگن مد یا فدیه. فدیه با کفاره فرق داره، خیلی ها این دوتا رو با هم قاطی میکنن. نه، کفاره یه چیز دیگه هست، فدیه یه چیزی دیگه هست. اگر برای جوانا به زبان انگلیسی مثال بزنم اینجوری بگم بهتر، یه خورده راحت میشه. اگر ما میخوایم کفاره یعنی پنالتی، انگلیسی میگن پنالتی کفاره، فدیه میگن کمپنسیشن. خب پنالتی با کمپنسیشن خیلی فرق داره. کفاره فرق داره با فدیه. لذا برای هر روز، 1 روز که آدم روزه نگیره، همین شیخون کبیر 1 کیلو طعام، چه پخته چه غیر پخته، به فقیر بده، به مسکین بده، دیگه قضا هم نیست، قضا هم نداره و هیچ چیز هم روی گردنش نیست. ولی این مطلب خیلی سخته برای بعضی ها.
من یه جایی رفتم برای ماه رمضان چندین سال پیش، ممکنه یه 15-16 سال پیش، یکی از این دهات‌های خیلی دور بود. یه آقای آمد به من گفت حاج آقا شما اگر زحمتتون نیست تشریف بیارید خونه ما، این پدر ما رو یه نصیحتی بکنید. گفتم چه شد؟ چه خبر؟ گفت پدر ما خیلی پیره، خیلی ضعیف است. پیرمرد 85-86 ساله. ما هر چی بهشون میگیم روزه بر شما واجب نیست، روزه نگیرید، قبول نمیکنه. میگه ما اگه میشه ماه رمضان بیاد، ما تمام عمر روزه گرفتیم الان روزه نگیریم. خیلی سخته برای بعضی ها، واقعا خیلی سخته روزه نگرفتن، بالخصوص اونهایی که تمام عمر روزه گرفتن الان پیر شدن و یک کسی بهش بگه که نه روزه نگیر، میگه نه من قبول نمیکنم. همچنین مسئله نیست. من رفتم گفتم بله مسئله همینه، من به عنوان صاحب امامه معمم طلبه به شما میگم مسئله همینه، نوشته علما نوشتن. گفت الان که شما گفتید من حرف شما رو باور میکنم، ولی من باورم نمیومد این پسرم همیشه میگه روزه نگیر. گفتم مگه میشه روزه نگیرم؟ بله میشه. اسلام خیلی مذهب، یه مذهبی هست که همه چیزها درش طبق عقل و طبق منطق و همیشه برای مردم آسانی، خیلی میخواد برای شما چیزها رو آسون کنه، نه اینکه برای شما چیزها رو سخت کنه، گیرون کنه. خب این یک گروه که استثناست. عرض کردم اگر شما سوالی دارید بعد از جلسه، بعد از نماز من اینجا هستم، میتونیم این سوال شما رو سعی میکنیم جواب بدیم. بعد از جلسه میتونیم سوال و جواب داشته باشیم. الان من به عنوان فهرستوار خدمت شما این مسائل رو بگم. دوم گروهی که از استثناء هست از روزه، اونو میگن طفلون صغیر، شیخون کبیر و طفلون صغیر. طفل یعنی بچه، چه بچه یه مثلا پسر باشه دختر باشه، صغیر یعنی کوچک. خب اون چی هست؟ یعنی اگر پسر هست 15 سال کمریش تمام نشده، روزه براش واجب نیست، ولی اگر میخواد بگیره اشکالی نداره. یه پسری هست ممیز هست 13 ساله 14 ساله، میخواد عنوان این که یاد بگیره، روزه گرفتن اشکال نداره، اتفاقا خوبم هست، ولی واجب نیست براش. دختری که 9 سال کمری تمام کرده، روزه براش واجب میشه، ولی اگر 9 سال کمری تمام نکرده دیگه طفل صغیر هست و روزه براش واجب نیست. خب بعضی این سوال رو زیاد میکنن، میگن خب این روزا که میبینیم یه دختری که 9 سال باشه خیلی لاغر، خیلی کوچک، سخته براش. خب علما گفتن، مراجع همه نوشتن، هر کسی، این تخصیص ضروری نیست که برای یه دختر 8 ساله 9 ساله باشه، نه، هر کسی براش روزه سخت باشه، شاک، خیلی شاک و نمیتونه ادامه بده، خب افطار کنه. ولی اگر ضرر داشته باشه براش و خیلی هرج و مرج بیاره براش، نه اینکه من الان گرسنه شدم دیگه من گفتم خب حاج آقا گفته بود روزه رو افطار کنم، من دیگه روزه رو افطار کنم، نه، گرسنگی علت نیست. همچنین آدم وقتی که فرض کنیم تشنه شد، خب همه تشنه میشن، خب این دلیل نمیشه من روزه رو. بعضیا تشنگی هست یه بیماری هست که آدم خیلی تشنه میشه، اگر آب نخوره از بین میره، ولی اون موقع تا مقدار احتیاج میتونه آب بخوره. ولی دقت بفرمایید این عرایضی که بنده میکنم، خیلی باید دقت کنید سوء تفاهم نشه. من اینجا هستم، جاییم نرفتم، هستم. اگر سوء تفاهم شد یا مثلا بعضی چیزا واضح نشد، من دوباره توضیح میدم. عرض میکنم اگر کسی براشون خیلی سخت بود به این که خودش رو نجات بده، مثلا بیهوش نشه یا مثلا به اصطلاح از بین نره، آره تا این مقدار، اونم به شرط این مقدار کوچکی که ایشون رو از این مشکل نجات بده، میتونه آب بخور.
و همچنین مثلا یه دختر 9 ساله‌ای روزه گرفت. خب روزه گرفت 20 ساعت روزه هست، 19 ساعت 20 ساعت روزه هست، بعضی جا 21 ساعت هم هست. خب الان مثلا بعد از 18 ساعت 17 ساعت دید حالش به هم خورد. چرا؟ به خاطر گرسنگی یا به خاطر شرط دیگه. خب وقتی که حالش به هم خورد اسلام اجازه میده که روزه رو افطار کن، بعدن اینو قضا کن. قضا داره یا البته کفاره نداره. و همچنین شرایط دیگه، اون شرایط رو آدم رعایت کنه اسلام خیلی آسون و اینا. این دوتا. سوم، اون کسی که از روز استثناء هست مسافره، سفرم باید سفر شرعی باشه، 44 کیلومتر رفت و برگشت، از حد ترخص باید حساب بشه، نه از خونه شما. حد ترخص یعنی جایی که شما دیوار شهر، خب الان این روزا دیوار نیست، ساختمان های شهر رو نمیبینی، اون دیگه میشه حد ترخص، از اونجا حساب کن. 44 کیلومتر رفت و برگشت، شما مسافرید. خب مسافر هستید، بر مسافر روزه واجب نیست. همینجوری اگر کسی مریض باشه و در مرض هم روزه براش واجب نیست. خب مرض هم دو جوره، یک هست مریضی موقت، یکی هست مریضی دائمی. موقت مثلا من امروز مریض شدم، به اصطلاح تب گرفتم، خب من میتونم روزه نگیرم یا روزه افطار کنم، چرا؟ حالم خوب نیست. و بعدن فقط یه قضا، یه روزه رو خوردم دیگه، یه دونه قضا، هیچ فدیه هیچ کفاره هم نیست. و بعضی ها هست که مریضیشون دائمه، مثلا خدا نکنه لا سمح الله مشکل قلبی دارن، یا اینکه بیماری قند دارن. خب بیماری قند یه چیزی هست که باید آدم بخوره، یه چیزی بخوره و الان قندش میاد پایین، مثلا تا 20 ساعت چیزی نخوره مشکل پیدا میکنه. و این بیماری های طوری هستن که آدم خوبم نمیشه. من نشنیدم کسی مریض قند باشه بعد از 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال خوب شده باشه، نه بدتر میشه. همینجوری قلب آدم اگر یه صدمه بخوره دیگه درست نمیشه. خب این بیماری هایی که دائمی هستن، این شخص هم مستثناست، روزی نگیره و قضا هم نداره. قضا نداره به خاطر اینکه اگر قضا میداشت خب الان روزه میگیره، الان نمیگیره خب بعد از 10 سالم نمیتونه بگیره. بله بعضی بیماری هستن که آدم خوب میشه، بله اون قضا داره، ولی بعضی بیماری هایی هستن خیلی کم، بیماری اکثر بیماری ها که دائمی هستن دیگه آدم خوب نمیشه و اون دیگه فدیه داره، یعنی به عوض هر روزه باید 1 کیلو غذا رو به فقیر بده. خب در آخر اینم عرض کنم خدمت شما، بعضی هم میگن بالخصوص این بچه‌هایی که مدرسه میرن، در مدرسه از اینا سوال میشه و این سوال هم از طرف غیر مسلمان ها نیست، از طرف مسلمان ها سوال میکنن، میگنن چرا شما شیعه ها سفر که میکنید روزه رو افطار میکنید و سفر که میکنید نماز رو قصر میخونید، چرا؟ خب این روزا که مسافرت اونجوری نیست، مثل قدیم که نیست که زمان رسول خدا مردم سوار به اصطلاح شتر میشدن و یک مسافت تا مسافت دیگه خیلی سخت بود. الان که دیگه شما سوار هواپیما میشی، اونم ایر کندیشن داره، کولر گازی، ماشیناتون هم کولر گازی داره، میتونی 400 500 کیلومتر برید دیگه هیچ مشکلی نیست. خب این سوال زیاد میکنن و مسلمان ها، بعضی مسلمان ها هستن که اصلا بر این پابندم نیستن، در سفر روزه میگیرن، نمازم تمام میخونن. ما پیروان مکتب اهل البیت، برای ما این مسئله خیلی واضح هست. ما میگیم نه، واجب هست کسی که در سفر باشه، البته به شرایطش، روزه نگیره.
واجب هست که کسی در سفر باشه نماز رو قصر بخونه، شکسته بخونه، این واجبه، اختیاری نیست، در دست ما شما نیست. خب دلیلم داره، یک دلیلش همون قضیه هست معروف که یه دفعه جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، الله صلی علی محمد، داشت میرفت برای یکی از این جنگ ها، همراهش اصحاب بودن، ماه رمضان بود، حضرت از حد ترخص که خارج شدن دیگه روزه رو افطار کردن، اونهایی که همراهشون بودن بعضی اصحاب نزدیکی، اونها هم حضرت رو دیدن روزه افطار کرد، خودشون هم روزه رو افطار کردن. ولی بعضیا خیلی تعجبه، بعضیا که همراه حضرت بودن روزه رو افطار نکردن و همینجوری روزه بود و نمازم رو شکسته نخوندن. خب یه کسی گفت یا رسول الله هستن همراه ما کسانی در این کارمون که تا به حال صائمین هستن، صائمن، روزه دارن و میگن که نه ما روزه افطار نمی کنیم. اگه میشه روزه رو افطار کرد، خب سفر باشه چه اشکالی داره، سفرهای ما دیگه مشکلی نداری. حضرت یه جمله فرمود اولائک الاسات، اینا گنهگار هستن، اونهایی که با ما هستن و در سفر هستن روزه رو افطار نکردن، اینا گناه کردن، اینا گناهکارن، اولائک الاسات. یعنی وقتی یک کسی که شریعت آورده، شخصیت بزرگ و والای حضرت رسول خدا، ایشون داره افطار میکنه، شما اونجا اجتهاد خودتون رو میکنی، میگی نه من که روزه افطار نمیکنم. همچنین اجتهادا رو اینها جاهای دیگه هم کردن که من فعلا از بحث خارج میشم، با اون اشاره نمیکنم، ولی رسول که باشه دیگه ما شما حق اجتهاد نداریم، هرچی ایشون فرمود ما دیگه باید عمل کنیم. قرآن هم سریع گفته هرچی این پیغمبر به شما بده بگیرید و هرچی این پیغمبر خدا نهی میکنه دیگه خودتون رو اجتناب کنید. فما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، صاف گفته این رسول هرچی به شما بده بگیرید دیگه، اونجا چون و چرا نیست، کال و کیل نیست. اگر بگه نه این کار انجام ندید، خب رسول خداست، عقل کل هست، دیگه شما اجتناب کنید. و بعدا میبینیم که وقتی یه شخصیت بزرگ به ما یه چیزی بده، ما باید اونو بگیریم از شخصیت بزرگ، این ادب هست. و بعضی اینو بی ادبی میدونن. من به عنوان مثال یه مثالی بزنم، فرض کنیم یکی از این بزرگان ما، همیشه همه اینجا بزرگوار هستن، همه بزرگان، یکی از این آقایون با یکی از این جوونا گفت جوون بشین، خودش هم بزرگوار نشسته با اون جوون واسطه دارن صحبت میکنن، بشین تا ما صحبت کنیم. جوون میگه نه مگه میشه من جلوی شما بشینم، همراه شما، شما بزرگی. خب اون بزرگوار دوباره میگه آقا بشین، اون نمیشینه. چرا؟ میگه این خلاف ادبه. خب عربی میگن الامر فوق الادب، وقتی یک کسی به کسی امر کنه، اون امر از ادب بالاتر هست. امر یعنی حکم، خب حکم همیشه از ادب بالاتر. وقتی یه بزرگواری میگه بشین، شما بشین، یه چیز داره بهت میده بگیر، نگو نه من نمیگیرم. چرا؟ اون شخصیت بزرگواری هست. خب خداوند متعال داره به شما میگه روزه نگیرید، نماز رو قصر بخونید، شما میگی نه من روزه رو میگیرم. خب خداوند متعال داره امر میکنه، شما میگی این خلاف ادب هست. خب این که ادب نشد. الان دوستان اون آیه معروف رو خوندن، سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده فی ایام اخر، فائدتون من ایام اخر، سوره بقره آیه 183. هر کسی از شما مریض باشه یا علی سفرین یا مسافر باشه، اون روزه رو گیره و این روزه رو روزهای دیگر
ماهای دیگه این روزه رو قضا کنه بخون بگیره. این امر خداست، ما شما اختیار نداریم. یه صلواتی رو ختم کنید. همچنین میخوام این مسئله رو تکمیل کنم، این مسئله شرعی رو. یه مثال دیگه هم بزنم. خانمی که باردار هست، خب این روزه گرفتن برایش ضرر هست، یا برای خودش ضرره یا برای اون جنین که در شکمش هست برای اون ضرره، هر دوتا، یا هر دوتا یا یکی از اینا. خب ایشونم استثناء هست، روزه نگیره. و بعدن فقط قضا هست، قضا میگیره. یا این که نه، حامل نیست یا حامله نیست ولی شیر بده هست، داره شیر میده به بچهش. خب اون موقع اگر روزه گرفتن باعث بشه که شیرش کم بشه و ضرر باشه برای خودش یا برای پسرش یا برای بچهش، ایشونم روزه نگیره. بعدن یک قضایی هم هست و یه فدی هم داره، فدی همون مقدارش که مد هست. یه خدمت شما گفتم. خب این استثناءات همه برای چی هست؟ برای اینکه اسلام یه دینی هست خیلی آسون، میخواد برای دیگران آسونی پیدا کنه، نه اینکه مشکلات ایجاد کنه. یه صلوات رو ختم کنید. من اینم خدمت شما عرض کنم، اگر کسی به علتی نمیتونه روزه بگیره و میخواد ثواب روزه رو بگیره، یه دعایی هست اینجا من نوشتم، میدم به بعضی از دوستان آقای تصور و اینا، فوتوکپی بگیرن اینجا بذارن، هر کسی باید این فوتوکپی رو داشته باشه. این یه تسبیح هست، روزانه 100 مرتبه باید خونده بشه. یه کسی هست مریض هست یا خیلی هم سنش بالا هست نمیتونه روزه بگیره، از این دعا بخونه. این تسبیحات خیلی مختصر، دو سطر و نیم هست، اینو بخونه 100 مرتبه در روز، ثواب روزه گیریش میاد. این البته در روزه رجب و اینا هست، ولی میشه برای ماه رمضان هم خون و برای روزه های دیگه هم خون. این تسبیح هست: بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان العز الاكرم، سبحان من لبس العز وهو له احد. این هست تسبیحات. هر کسی نمیتونه روزه بگیره، یه 100 مرتبه اینا رو هر روز بخونه تا ثواب روزه گیرش بیاد. صلوا علی محمد و علی محمد. بیایم به طرف همون بحث ما که در رابطه با خطبه نورانی شعبانیه هست. عرض کرده بودم دیشب این خطبه سندش خیلی معتبر هست. سندش با کی میرسه؟ سند خیلی مهمه و الحمدلله اکثر علمای ما سند رو ذکر میکنن. مثلا بعضی میگن اصول کافی، بعضی روایات ضعیف داره. خب اگر روایت ضعیف هست، آقای کلینی سند رو ذکر کرده، شما زحمت بکشید سند رو بررسی کنید، ببینید این سند با کی میرسه. اگر دیدید واقعا این کسانی که ایشون ذکر کرده 5 نفر 6 نفر 10 نفر اگر موثق هستن، ثقه هستن، خب دیگه روایت رو باید بگیرید، چاره نیست. اگر سندش ضعیف هست، بله حق دارید بگید که نه این دیگه اینجوری نیست. ما ادعا که نمی کنیم مثل دیگران که میگیم مثلا فلانی کتاب دیگه 100% درسته، نه، ما همینچنین ادعایی رو نکردیم. بعضی ادعا دارن میگن فلان کتاب بعد از قرآن معتبرترین هست، ما میگیم نه، ما سند رو ذکر کردیم. شما بعضی کتاب های ما سند نداره ولی اصول کافی اینا سند داره. این خطبه از یه شخصیتی نقل شده که همه شما اون شخصیت رو میشناسی، علامه، در زمان خودش نابغه بود، شیخ صدوق رحمت الله علیه، که کتب اربعه که ما داریم، 4 تا کتاب در حدیث داریم، یکیش مال ایشون نوشته، من لا یحضره الفقیه. و این یه شخصی هست خیلی معتبر، خیلی هم ثقه، یه کتابی نوشت، کتاب توحید،
اون موقعی که مردم نمیدونستن توحید چیه، الان هم خیلی ها نمیفهمن، الان هم مردم بلد نیستن. عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. من غیر مسلمان ها رو نمیگم، غیر مسلمان ها که خب در رابطه با توحید میگن سه نفر در یک جا، 3 in 1 Trinity یا نظریه تثلیث. اون که خب الان خود مسلمان ها برای آنها توحید واضح نیست. خود مسلمان ها میگن مثلا خدا پاش رو میذاره تو جهنم، قط و قط و فب عزتک و فلان و فلان، و خدا رو میشه رؤیت کرد، خدا با حضرت موسی به اصطلاح جنگید، پهلوانی کرد، اینجوری. این حرف ها دارن مسلمان ها میزنن در این زمانی که شیخ صدوق کتاب و توحید نوشت به مردم، به مسلمان ها و غیر مسلمان ها فهمید توحید یعنی چی، توحید به چی میگن. این شیخ صدوق به ما گفته، شیخ صدوق از روایات ائمه برای ما نقل کرد و گفت توحید یعنی چی. میگیم oneness of Allah، خدا یک هست. خب به چه معنی یک هست؟ اون مسلمونی که ادعا میکنه من مسلمون خیلی خوبی هستم، خب اونم باور میکنه که خدا جسم داره. خب این چه اسلامی هست؟ چه مسلمونی هست؟ شیخ صدوق رحمت الله علیه آمد کتاب نمیش. یکی از این کتابهاش خیلی معروف و خیلی قشنگ به نام عیون اخبار و رضا که خیلی معروف هست. عیون به جمع عین، عین به عربی یعنی چشمه، اخبار جمع خبر، چشمه های روایت های حضرت امام رضا علیه السلام درود بفرستید. اللهم صل علی. خب حضرت امام رضا علیه السلام ایشون اون مسائل رو از ایشون نقل کرد، کتاب نوشت عیون اخبار و رضا. در همین کتاب عیون اخبار و رضا، ایشون این خطبه رو نقل کرد. شیخ صدوق به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. پدرش هم یه عالم بزرگی بود به نام ابن کالوی، قبرش هم هست نزدیک حرم حضرت معصومه در قم هست، و خود قبر شیخ صدوق هم داخل شاه عبدالعظیم هست، شاه عبدالعظیم حسنی. شما میرید داخل بغلش شیخ صدوق به اصطلاح قبرشون جاست، و پدرشون هم در قم، هر دوتا علمای بزرگ. این پدرش میره خدمت امام زمان علیه السلام میگه دعا کن برای من، خدا به من یه پسری بده که این پسر بیاد خدمت کنه با مذهب و دین اسلام و ائمه و اینها. امام علیه السلام براش دعا کرد و بعد از دعا بهشون گفت خدا به شما یه پسر میده، اسمش محمد بذار، محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این پسر شما به دین من خیلی خدمت میکنه. خب دعا کرد، دعا مستجاب شد، واقعا و ابن کالوی خداوند متعال پسری داد مثل شیخ صدوق. ایشون حدود 200 کتاب نوشت و ثقه هست، ستون هست، ستون مذهب تشیع شیخ صدوق. ایشون در عیون اخبار رضا این خطبه رو نقل کرده از امام رضا، چون این عیون اخبار رضا همه اخبار امام رضا علیه السلام هست. و سندم چطور؟ میگه که ان امام رضا علیه السلام ان ابایهی، میگه من یه چند تا واسطه نقل کرده، بعدش میگه که این واسطه ها نقل میکنن از امام رضا، ایشونم از پدر خودشون و ایشونم از پدرشون. این سلسله ذهبیه طلایی میرسه به امیرالمومنین علیه السلام، چون این خطبه که حضرت ارشاد فرموده بود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه موجود بود. این خطبه آخرش در رابطه به امام علی هست که اونش الان اگر برسیم خطبه رو کامل به اصطلاح ترجمه کنیم و تشریح کنیم، حضرت امیر المومنین در آخر این خطبه خیلی ذکر داره. خب حضرت امیر میگه یه روز رسول خدا به ما خطاب کرد، و بعضی میگن که بلال رو گفت، بلال برو همه رو جمع کن، بلال رفت همه رو جمع کرد، و حضرت امیر میگه که من اونجا نشسته بودم، حضرت این خطبه رو برای ما فرمود. خب اینم سندشه. البته این سند رو خیلی ها در کتاباشون آوردن، علامه مجلسی در بهار هم داره، ولی من از شیخ صدوق به همین خاطر نقل کردم که شیخ صدوق واسطای قدیمی هست، یعنی زمان شیخ صدوق
خیلی جلوتر بوده. اینا همه بعدا از شیخ صدوق آمدن. مثلا شیخ مفید که عالم خیلی بزرگی بود، ایشون بعد از شیخ صدوق آمدن. شیخ طوسی بعد از شیخ صدوقه. سید مرتضی، سید شریف رضی، اینا همه بعد از شیخ صدوق هستن. لذا این خطبه رو، اینم از لحاظ سند خیلی معتبر هست. مطلب دوم، من عرض کردم، اشاره کردم در اوائل سخنرانی بنده که اگر کسی به یه چیزی معرفت نداره اون حقیقت رو درک نمی کنه. اگر معرفت نباشه نه اون کاری که داره انجام میده اون کیفیت هم نداره، کیف هم نمی کنه و نمی فهمه من دارم چه کار میکنم. معرفت خیلی ضروری هست، هر چیزی باشه معرفت. معرفت اینی شما باید یه چیزی رو بشناسید. من یادم هست اولین کتابی که در حوزه های علمیه تدریس میشه همین کتاب جامع المقدمات هست. هستن اینجا شخصیاتی که بعضی علوم اسلامی رو خوندن. کتاب جامع المقدمات اولین کتاب که در حوزه ها تدریس میشه و در اون کتاب جامع المقدمات هم چندین تا کتاب است، حدود 14 تا کتاب. اولین کتاب در این جامع مقدمات کتاب امثله هست. در همین کتاب امثله وقتی که ایشون شروع میکنه کتاب رو به یه حدیثی، چی میگه؟ میگه که بدان که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفیض الامر الیه. اولین چیزی که ما در حوزه ها یاد میگیریم چیه؟ میگه ابتدای هر علم، هر علمی چه علم حوزه باشه، الان فعلا بحث ما سر علم حوزه، علم حوزه اولین چیزی که آدم یاد بگیری چی هست؟ معرفت و جبار. باید جبار رو بفهمونه، بشناسه. جبار یعنی خداوند متعال. این اولین علم هست. و آخر علم چی هست؟ شما به پایان علم که برسی یعنی چی؟ تفویض الامر الیه. هر امری که باشه واگذار کنید به خدا، بگذارید به ایشون. این دیگه آخر علمه. خب معرفت الجبار، اگر ما معرفت جبار نداشته باشیم اصلا زندگی اون کیفیت رو نداره. همچنین هست روزه و ماه مبارک رمضان. اگر ما معرفت به روزه نداریم، نمیشناسیم روزه چی هست و نمیدونیم اهمیت این ماه چی هست، ما این ماه رو درک نمی کنیم. مثل عادی هر ماهی میاد میره، ماه رمضان هم میاد میره و ما هیچ چیزی ازش کسب فیض نمی کنیم به خاطر اینکه معرفت کامل از اینو نداریم. ما میگیم که بعضی روایت ها رو شما دیده باشید که کسی بره برای زیارت امام رضا علیه السلام مشهد، این روایت رو اون موقع بیشتر بیان میکنه، میگن که حضرت خودش فرموده و ائمه دیگه هم فرمودن که اگر کسی زیارت کنه امام رضا علیه السلام رو به شرط این که عارفاً به حقهی، یعنی عارف هست، عارف یعنی معرفت داره به حق امام رضا علیه السلام، اون موقع وجب له الجنه، جنت براش واجب میشه. خب من برم زیارت ولی من حق امام رضا رو نشناسم، نمیدونم، این زیارت به درد من نمیخوره. ممکنه یک کسی دیگه بیاد برای زیارت امام رضا علیه السلام و سوال کنه این طرف پایین، طرف پای حضرت کی خوابیده، قبر کیه؟ خب بعضی این خدا میگه اونجا هستن، بهشون جواب میده، میگه این هارونه، هارون جان. خب اون اگر معرفت نداشته، خب پس بریم هارون رو زیارت کنیم، یه فاتحه برای ایشون بخونیم و قبر ایشون رو تواف. خب اگر معرفت داشته باشی میدونه امام رضا علیه السلام حقش چیه، هارون چه کارا بود، امام رضا چه کارا بود، هر دو تا یک جا هستن. ولی عارفن به حقیقی یعنی اینه، آدم وقتی که عرفان داشته باشه به حق امام رضا علیه السلام، اون موقع اون زیارت براش فایده داره. همچنین ما میبینیم که هر کاری که انسان انجام بده باید به معرفت انجام بده. من الان یک مثالی بزنم برای شما، شاید مثالش زیاد جالب نباشه ولی برای اینکه تقریب ذهن باشه خوبه. بعضی از دهات ها، نمیدونم ایران هم شاید باشه ولی من در دهات های هند و پاکستان زیاد دیدم، صبح زود وقتی این
دام رو گاو اینها رو میکشن بیرون که بره بیرون علف بخوره گیاه بخوره. خب اون موقع این صبح زود مثلا یه نفر مسئولش هست همه رو میبره، چوپان هست داره همه رو میبره، گاو رو بیشتر میبره. خب اون موقع این صبح زود وقتی که گاو از بیرون از خانه بیرون آمد، گاهی البته مثال شاید زیاد جالب نباشه، گاهی میبینیم که مثلا این فوزله این گاو مثلا اون میندازه روی زمین فوزلش رو. اون فوزلش البته از لحاظ شرعی پاک هست، نجس نیست چون گیاه هست. این از لحاظ فقهی میگم، هر جناور رو نمیگم، فقط گاو رو میگم. مثلا گاو یکیشه. الان در این بحثم نمیخوام بیشتر برم که چرا یا چجوری، ولی فوزله گاو بیشتر از گیاه هست، اونو دیگه میگن طاهر هست، نجس نیست. خب این بعضی اون موقع ما دیدیم مثلا در این دیاتا بعضی دخترای کوچولو، پسرای کوچولو، کوچی کوچی میرن و اونا رو جمع میکنن و میذارن تو یک مثلا سطلی چیزی، بعدن اونو خوش میکنن و به عنوان انگلیسی یک کلمه داره به نام cow dung cakes بهش میگن، اونو خوش میکنن روی دیوار میذارن، وقتی خوش بشه اونو به عنوان مثلا هیزوم استفاده میشه ازش، تنور رو گرم میکنن مثلا و غذا میپزن. الان که گازه، اون موقع گاز نبود. خب الان دیده میشه بعضیا این بچه های کوچولوها که بهشون گفته باشن که برید شما اینا رو جمع کنید، وقتی که مثلا این چیز بیفته از گاو، این دخترها مثلا میرن اونجا و فاری مثلا اونو ور میدارن، با هم دوام میکنن، نه این مال منه، این مال شماست، این مال منه. خب آدم اگر دقت کنی اون چیزی هست، یه چیزی هست که ارزشی نیست، ولی برای اون دختر خیلی ارزش داره، برای اون پسر خیلی ارزش داره، در حالی که ما میبینیم ارزش واقعی به نظر ما نیست، ولی برای اونها چرا؟ چون اونها معرفت دارن، اینها میدونن که از این چطور استفاده کرد، از اون چیزی که دارن استفاده میکنن و هم دارن دعوا میکنن، میجنگن، این مال منه، اینو بده من، اینو من دیدم فلان، از این چه. معرفت خیلی ضروری است، آدم باید برای هر چیزی معرفت داشته باشه. یه مثال دیگه بزنم برای معرفت دیگه برم جلو و عرایزم رو به طرف اتمام انشاءالله بیارم. یک آقای بود به نام عنوان بصری، شاید شما اسمش رو شنیده باشید. زمان مثلا امام صادق علیه السلام ایشون میرفت جاهای دیگه، از دیگران استفاده میکرد از لحاظ علمی. میگه که من میرفتم پیش مثلا انس ابن مالک، ولی به صورتم میامد که زیاد استفاده نمیکنم ازش، و یک کسی پیشنهاد کرد که چرا از امام صادق علیه السلام استفاده نمیکنی از محضر ایشون، از درس ایشون. گفت بله راست میگی، این آقایونی که دارن من میرم کلاسش منو زیاد مطمئن نمیکنن. گفت که من رفتم دم در امام علیه السلام، دم در که رسیدم غلام حضرت بیرون آمد، گفت چه کاره هستید و با کی کار داری؟ گفت من اسمم عنوان هست، این در مدینه بود، خودش بصریه، عنوان بصری، و این روایتی که هست بهارم داره، خیلی مفصل هست، این فقط یه جلسه میخواد، این روایت رو خدمت شما عرض کنم یه ساعت حداقل طول میکشه این روایت رو، اگر فرصتی بود شما هم علاقه نشون دادید من این روایت رو کاملا برای شما میخونم، ولی فعلا مورد بحث من این روایت نیست، فقط یه اشاره میخوام بکنم به طرف معرفت، معرفت امام چیه. خب این میگه من رفتم دم در امام صادق علیه السلام، در که زدم غلام آمد گفت با کی کار داری؟ گفتم با امام علیه السلام. اسمت چیه؟ اسمم عنوان بصری هست. این موقع عنوان بصری سنش 90 خورده بود، 90 خورده سن داره و میخواد درس بگیره، یه چیزی یاد بگیره از امام علیه السلام. خب امام غلام میره گفت من رفتم و گفتم فلان شخص آمده، امام گفته نه فعلا من اجازه نمیدم ایشون بیاد. خب این آمد گفت، امام میگه که من اجازه نمیدم. این خیلی هم ناراحت میشه وقتی که امام اجازه نمیده. خب امام میدونه که با کی اجازه بده و با کی اجازه نده، چون معصومه دیگه، من جانب الله هست، از خداوند متعال هست،
میفهمه کی رو بپذیره و کی رو رد کنه. این آقا میگه من خیلی ناراحت شدم وقتی دیدم امام اجازه نداد و من رفتم مسجد نبوی. عنوان میگه، عنوان بصری، رفتم مسجد نبوی اونجا دو رکعت نماز خوندم و بعدش دعا کردم، گفتم که خداوندا قلب امام صادق علیه السلام برای من نرم کن تا این ما رو بپذیره. و داشتم با خودم میگفتم که من خودم اهلیتش ندارم، اگر اهلیتش میداشتم امام علیه السلام ما رو رد نمی کرد. این که امام علیه السلام گفت برو من تو اجازه دخول نمیدم، این بخاطر این که من اهلش نیستم. اینو میگن معرفت. اگر مثلا ما باشیم یا دیگران باشن میگن که خب ببینید ما رو نپذیرفت، من تقصیرم چیه؟ ایشون ما رو نپذیرفت. ولی عنوان میگه نه، تقصیر از منه. من اگر قابلیت داشته باشتم، قابل این بودم، اهلیت داشته باشم، امام ما رو میپذیرفت. رفت دعا کرد و نماز خوند، گفت که خداوند این قلب امام علیه السلام رو نرم کن تا ما رو بپذیره. که دیگه بعدن رفت و امام علیه السلام ایشون رو پذیرفت و ایشون دیگه از محضر امام علیه السلام استفاده کرد. صلوا علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، اگر ماه رمضان ما معرفتش رو درک کنیم، روزهای ما یه چیز دیگه میشه. اگر این ماه رو درک کنیم، این ماه یه ماه دیگه حساب میشه. ولی ما اون معرفت رو نداریم. ما معرفتمون تا چه حدی هست؟ معرفت ما تا این حد هست که ما میگیم که این دفعه ماه خیلی طولانیه، روزها خیلی بزرگه و 20 ساعت چطور باید روزه بگیریم. این دیگه معرفت ما. الان ببینیم حضرت امیرالمومنین چی میگه. میگه من از دنیای شما سه چیز رو پسندیدم. از این دنیای شما حضرت امیر میگه سه چیز رو. یکیش شبهای طولانی ماه، شبهای طولانی زمستونی که شبش طولانی هست، من قیام کنم و دیگه نماز بخونم. چون شبها طولانی هست من بیشتر نماز میخونم، شب طولانیه بیشتر رکعت نماز میخونم. من اینو پسندیدم زمستان. و همچنین از تابستان، من تابستان گرم رو پسندیدم که روزه بگیرم در تابستان گرم. خب اون عراق خیلی گرم بود، همینجوری مدینه مکه. حضرت میگه من تابستان رو میپسندم به خاطر اینکه روزه گرم هست. و سومی میگه کتال فی سبیل الله، اگر بجنگم در راه خدا، این برای من خیلی محبوب هست. من این سه چیز رو پسندیدم. الان حضرت امیر چه معرفتی داره برای روزه و ما چه معرفتی داریم؟ اینو دیگه شما خودتون حساب کنید، این صلواتی رو ختم کنید. مطلب سومی که ما از این خطبه یاد میگیریم، همین که معرفت رو به ما یاد میده، معرفت روزه چی هست. و اون چیزی که از این ماه یاد میگیریم اون اینه که ماه مبارک رمضان آغاز سال عبادی هست. ببینید سالها مختلفه. یک کسی دانشجو هست، برای اون اول سال تحصیلی، فرض کنیم اینجا باشه سپتامبر، ماه سپتامبر اول سال تحصیلی هست، میگن beginning of the academic year. خب سال آکادمی آغازش چیه؟ سپتامبر. همینجوری مثلا یک کسی هست کشاورزه، اونم سال ابتدای سال رو داره، همون وقتی که مثلا فصل رو بگیره محصولاتش رو، این میگن این ابتدای سال. کشورها هم سال بودجه دارن، مثلا میگن جون سال بودجه هست که باید حساب کنیم اینا. تجار هم یه سالی دارن، سال تجارتشونه. ماه رمضان ابتدای سال عبادی یا بقول آخر ابتدای سال محاسبه نفس. خب این نکته رو توجه کنید. محاسبه نفس، روایات میگه هر شخص هر روز باید خودش رو محاسبه کنه، نفس خودش رو هر روز. خب هر روز نمیتونه، وقت نداره، هفته یک روز، ماه یک روز، سال یک روز.
خب اون سالی یک روز چه روزی هست؟ همین اول ماه رمضان. این باید اول سال عبادی، همین که مثلا دیروز گذشت یا امروز، ما باید بگیم که این تاریخ رو بنویسیم، میگیم از این روز به بعد یک سال بگذره باید محاسبه کنیم که ما بدهکار کی هستیم، چه کار کردیم، واجبات رو انجام دادیم، واجبات رو انجام ندادیم. اگر محاسبه در کار نباشه، آدم ورشکسته میشه، میخوره به زمین. فرض کنیم مثلا یه شرکتی هست، خب اون شرکت یک آدیتور جنرال رو میاره که اون براش آدیت کنه، بگه که این شرکت داره کجا میره، چقدر داره درآمد داره، چقدر خرج میکنه. اگر آدیتینگ نباشه، خب اون شرکت نمیدونه به کجا برسه، نمیدونه چند تا چیزا بخره، چند تاش بفروشه. همینجوری اگر ما سال محاسبه نداشته باشیم، ابتدای سال محاسبه دیگه، ما نمیدونیم ما چه کارا هستیم، تا با کجا میریم، تا کجا وایستادیم. خب این ماه رمضان ابتدای سال عبادی، یه از این ابتدا کنید، ابتدای سال محاسبه. از پارسال میتونید تا به حال محاسبه کنید، اگر اونو نکردید از همین امسال شروع کنید تا سالی که بیاد یه محاسبه داشته باشید، ببینید شما کجا وامیسید. یه صلوات دیگه خط کنید. مطلب چهارم خدمت شما بگم و دیگه زحمت رو تمام کنم. خطبه‌ای که ما اوائلش رو خوندیم، حضرت فرموده انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده. من همچنین تعبیری رو غیر از روزه برای هیچ عبادت دیگه ندیدم. من یادم نیست که در هر عبادتی کسی گفته باشه که شما نفس بکشید ثواب تسبیح، بخوابید ثواب عبادت. الان برای حج میگن حج عبادتی هست که همه عبادتهای دیگه شاملش هست. مثلا حج نمازم داره، حج زکاتم داره، باید پول خرج کنی تا بری، حج قربانیم داره، حج مشکت جسمانیم داره، حج باید مثلا سرتون رو بتراشید، همه چیزا، همه عبادتها در حج هست، در یک عبادت. اما در نماز حج نیست. در رابطه با این که مثلا روزه رو گفتن انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده، این خیلی عجیب هست، خیلی تعبیر قشنگیه. من یه خورده روش دقت کردم که چرا اینجوریه. خب آدم نفس میکشه، خب بخواد نخواهد نفس که میکشه، چرا ثواب تسبیح؟ بخاطر این که اهمیت این ماه، این ماه اینقدر اهمیت داره که شما اگر نفسم بکشی ما حسابش میکنیم، انگار شما دارید تسبیح میخونی، ثواب تسبیح رو میدیم به شما، در نامه عمل شما مینویسیم این داشت تسبیح میکرد. چرا؟ چون نفسی که میکشی، نفسی که شما میکشی، این نفس کشیدن در حال روزه هست. مهم اینه، درسته که شما خوابید ولی در حال روزه خوابید. اگر روزه رو بذاریم کنار، بعضیا که براش روزه واجب نیست، خیلی خوب خوابیده، خب کجا خوابیده؟ در ماه رمضان خوابیده، ماه خدا، ماه اختصاصی، ما از همه ماهای دیگه مختلف. خب این 11 ماه رو شما حساب کنید، همچنین چیزی در این برای این 11 ماه هست؟ نه، این فقط برای این ماه هست. نفس بکشید، تسبیح، بخوابید، عبادت. خیلی تعبیر عجیب. و عملکم فیه مقبول، عملی که انجام میدی قبوله. و دعاکم فیه مستجاب، گفت نه ما چی میدونیم عمل قبوله یا قبول نیست، ما که نمیدونیم، دعا هم که مستجاب نیست، اونو میدونیم. خیلی ها دعا میکنیم مستجاب نمیشه. عزیزان، عمل شما مقبول هست بخاطر اینکه خداوند متعال وعده میده، ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هیچ موقع وعده خلافی نمی کنه مثل ما شما. البته شما رو که جسارتت برای خودم میگن،
خداوند متعال دیگه وعده خلافی نداره، ایشون داره وعده میده که نه من عمل شما رو قبول میکنم. رسول خدا یه وعده عوضی نمیده. خب دعاها چرا قبول نمیشه؟ میگه دعا کن فی مستجاب، ما که دیدیم مستجاب نشد. اونم علت داره، دو تا علت عرض میکنم. دعاهایی که مستجاب نمیشه، یک علتش اینه که ما چیزی رو میخواییم که حقش نداریم، یعنی چیز غلطی رو میخواییم، چیز اشتباهی رو میخواییم. این یک. دوم، از کسی میخواییم که اون اهلش نیست. این بیشتر دعاهای ما از مردم هست، احتیاجات ما از مردمه، خب مردم که اهلش نیستن. خداوند متعال میگه شما اگر ما رو رها کنید و برید از دیگران بخواهید چیزی بگیرید، من از دست همون شخص شما رو رسوا میکنم، ذلیلت میکنم. و اینجوری هم ذلیل میشه اون آدم. مثلا کسی غیر از خدا بخواهد، از اون کسی که خواسته اون میاد ایشون رو ذلیل میکنه، میگه نه برو همیشه میای، نه نمیدم بهت. خب چرا از فردی پیش فردی رفتید که اهلش نیست؟ چرا اشتباه رفتید؟ اشتباه نرید، از شخص اشتباهی نخواهید. و ما چی میخواییم؟ میگیم مثلا دنیا رو میخواییم دیگه، بیشتر مادیات. دعاهای ما بیشتر مادیات هست. خب خطبه شعبانیه حضرت میفرماید، حضرت میگوید، میگوید که شما در این ما چه بخواهید؟ خودش میگه، حالا میاد بعدن، میگه از خداوند متعال توفیق تلاوت قرآن رو بخواهید. خب ما تبحال هیچ کس از ما از خداوند متعال همچنین توفیق رو خواستیم که خداوند به من توفیق بده در این ما تلاوت قرآن کنم؟ نه، ما که همچنین دعایی رو من که خودم برای خودم میگم تبحال نخواستم. خب هم دعا درست نیست، هم از کسی که دارم دعا میکنیم اونم درست نیست. انشاءالله که خداوند متعال معرفت حقیقی این ماه و روزه رو نصیب همه ما بگرده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب دعوات، انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.